همراه میشیم با پرستو فاطمی، کارشناس حقوق بشر از دوسلدورف آلمان که به برنامه پیوستن. سلام میکنم به شما خانم فاطمی. درباره وضع بحرانی ساکنان غیر نظامی و آوارگان جنگی غزه از شما بیشتر بشنویم. متاسفانه شاهد این هستیم با توجه به اینکه هر دو طرف این جنگ تقدیر دارن و در واقع نقش اساسی در شروع این جنگ داشتن، اما مردم عادی و مردم عادی غزه به صورت خیلی مشخص زنان و کودکان هزینه جانی بسیار سنگینی دادن. نزدیک به 8500 نفر کشته شدن و بسیاری بی خانمان شدن، خونه هاشون در واقع آواره شده و الان آوارگان جنگی هستن که به مناطق مختلف مراجعه کردن به مرزها که بخوان از اونجا خارج بشن طبق اون چیزی که دولت اسرائیل ازشون خواسته بود. و این در واقع غیر قابل تصور هست که منطقه‌ای که افرادی همچون کودکان یا خانواده ها به اون پناه میبرن، مثل محل بیمارستان ها که نباید مورد اصابت موشک های جنگی قرار بگیره، اونها کشته میشن. امکان آب رسوندن، امکان کمک های انسانی به اونجا بسیار سخت هست و الان با توجه به نقش بقیه کشورها در این جنگ و تاثیرگذاریشون مانع رسیدن کمک های انسانی شدن و حتی قطع اینترنت در این منطقه و کشته شدن خبرنگاران، مسائلی هستش که ما هم همه شاهد اون هستیم دورادور. و اینها باید و در واقع در تمام اون اصولی که برای جنگ در نظر میگیرن، نقش افراد غیر نظامی رو از اونها جدا بکنن. خانم فاطمی، کمیسر سازمان ملل هم همین صحبت شما رو گفته اکثر فلسطینی‌ها احساس میکنن تو جنگی گرفتار شدن که ربطی به اونا نداره، دنیا اونها رو با حماس یکی فرض کرده. درباره عوارض این تفکیک نکردن فلسطینیان با حماس هم از شما بشنم، خیلی کوتاه اگر ممکنه. بله، من به باور من در واقع حماس طرف هم در ارتباط با مردم اسرائیل هم همینطوره. دولت سرکار نمیتونه لزوماً خواستگاه‌های تمام مردم اسرائیل رو در واقع بخواد بیان بکنه، همونطور که برای مردم ایران جمهوری اسلامی نمایندشون نیست. و اگر که این خطایی از طرف حماس صورت گرفته و با توجه به اون فاجعه انسانی که حماس انجام داد، نباید مردم عادی غزه اون هزینه رو پرداخت بکنن. و این تقریباً میشه گفت به شکل یک جنوساید در واقع داره اتفاق میفته و یک وضعیت بسیار بحرانی انسانی هست که نیاز هست حداقل سایر نهادهای بین‌المللی و سایر کشورها در اون هر چقدر سریعتر تصمیم گیری بکنن و نقشی رو داشته باشن که جلوی این انسان کشی در واقع گرفته بشه. بسیار ممنونم از شما پرستو فاطمی، کارشناس حقوق بشر که از دوسلدورف آلمان همراه بنده و بینندگان تلویزیون ایران اینترنشنال بودید.